این سایت زندیق است که اسم خودش اسم جالبی رو برش گذاشته و جالبه که اینو به فارسی هم ترجمه کرده، معلوم است که به زبانهای دیگه نوشته شده. خب میگه صفیه در مدینه متولد شد. ماجرا این است. این چیه؟ صفیه وقتی که مسلمانان این ملحد داره میگه پدر و شوهرش را و بسیاری از خویشاوندانش را کشتن، 17 سال داشت، بسیار زیبا بود. در همان روز پیامبر خدا اراده کرد که با او هم بستر شود. متن این ماجرا از این قرار است. صفیه در مدینه متولد شد. او به قبیله بنی نذیر تعلق داشت. وقتی که این قبیله از مدینه سال 4 تبعید شد، یعنی نکشت پیغمبر، اونا توطئه کردن، میخواستن پیامبر رو بکشن، ولی پیامبر تبعیدشون کرد. هی یکی از کسانی بود که هی ابن اختب منظورش است، اون رهبر قبیله بود، که همراه با کنانه ابن ربی همسر صفیه که با صفیه اندک قبل عروسی کرده بود با توسط مسلمان شکنجه شده بود، اینم یک دروغ دیگه است، در منطقه خیبر میگه مستقر شدن. اون موقع میگه صفیه 17 سال داشت. پیش از اینم میگه زن ابن مشکم بود. خب الان ببینید، یک دختر 17 ساله عروسی کرده، بعضی منابع اومده 16 ساله، شاید به خاطر شمسی و خورشیدی و اینا قمری. خب قبل از اینم زن یکی دیگه بوده، یعنی اونجا مردم زود عروسی میکرده، یعنی حتما در 14 سالگی عروسی کرده یا 13 سالگی. یهودیان پس مثل مسلمان ها دختر بالغ میشد به شوهر میدادن. چرا اینا رو نمیگید؟ هی عایشه نمیگید که عایشه بالغ شد پیغمبر گرفتش؟ خب بریم جلو. قبل از اینکه زن فلان بشه، زن سلام ابن مشکم شده بود و اونم طلاقش داده بود. در یک مایله خیبر پیغمبر با صفیه ازدواج کرد. ام سلمه مادر انس ابن مالک او را آرایش کرد، رخت عروسی با او پوشاند و آنها شب را اونجا گذراندند. ابو ایوب میگه از بیرون نگهبانی میداد، بالا پای میرفت. پیغمبر از او پرسید که برای چی اینطور میروی اینطور؟ گفت من نگران جان شما هستم، میترسیدم که این دختر جوان به شما آسیبی برسانه، چون شما پدرش و با شوهرش و بسیار از خویشاوندان رو او رو کشتی و او تا همین وقت پیش از کفار بود، یعنی قبل از این میگه کافر بود. من واقعا میترسم که آسیبی به تو برساند. ابن هشام صفحه 766. ممنونم. خب دنبالش نوشته که صفیه از این نوشته این باباست، من نمیدونم راست یا دروغه. صفیه از پیامبر خواست که تا زمانی که از مقداری از خیبر دور شوند در هم بستر شدن و او صبر کند. پیامبر پرسید چرا؟ صفیه پاسخ داد من نگران جان شما بودم، زیرا برخی یهودیان هنوز نزدیک خیبر بودند. دلیل اینکه صفیه تقاضای جنسی یک مرد 57 ساله منظورش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را نپذیرفت باید برای بسیاری از اشخاص معقول و روشن باشه. این داره ملحد میگه ها. معمولا زنان ترجیح میدن که در این چنین وضعی به عزاداری بپردازن، نه اینکه با قاتل شوهر و خویشاوندان خویش در همون روز کشته شدن در داخل رخت خواب بروند. اما این واقعیت که پیامبر نتوانست حتی یک روز به آن زن فرصت بدهد تا اندوه خود را بکاهد، خود را از لحاظ روانی بازیافت کند و میخواسته که به نیازهای جنسی خود پاسخ بده، چیزهای زیادی رو در مورد طرز فکر محمد و شخصیت و اخلاق او به ما میگوید. دیگه بغیرش بلش کنید، چرندیاتش رو همین قدم استغفار میکنیم که از این پخش کردیم، ولیکن نقل کفر نیست. حالا صحبت های آقای مشیری رو بشنوید که نمیدونم آقا هست یا نیست، ولیکن صحبت هاش رو بشنویم که اونم در همین رابطه، بعد از این که میگه حضرت ابو ایوب شب نگهبانی وایستاد، شب زفاف حضرت پیامبر و حضرت صفیه، ببینیم که بقیه داستانی چطور میگه. بزن خب حالا عرض کنم الله اکبر. ابو ایوب انصاری الله اکبر چی بود بابا؟ زنه رو بردین، پدرش کشتین، شوهرش شکنجه کردین، کشتین، اموالش دزدیدین، همه کارش کردین، الله اکبر. با الله اکبر هر جنایتی مشروع شد. خب تکبیر کرد ابو ایوب تکبیر کرد. پیامبر گفت، پیامبر فرمود ای ابو ایوب چرا، چه می شود، چیه سر صدا میکنی؟ ابو ایوب فرمود ای رسول خدا، شما پدر و برادران و عموها و همسر و عموم خویشاوندان این بانو را کشتید و اکنون با او خلوت کرده بودید، ترسیدم که شما را غافلگیر کنم. حالا من هیچ توضیحی دیگه نمیدم، خود شما بفرمایید، فکر کنید، استنتاج کنید از این همه روحانیت و از این همه معنویت نتیجه بگیریم. آقا 1100 سال پیش عمر ابن واقدی، محمد ابن عمر واقدی، قول تاریخ اسلام، یعنی طبری بر خان این مرد نشسته،
فقط یک کتاب میاره، یک بخشش میاره و همه چیز رو نمیگه. ملحد جز دروغ کاری نمیتونه بکنه. اگر دروغ نگه نمیتونه به پیامبر ما تهمت بزنه. حالا داستان رو دوباره اینجا ببینید. ماجرا از زبان طبقات، از صاحب طبقات کبرا ابن سعد، یعنی متوفای 230 هجری، از قدیمترین تاریخ های جهان اسلام میاریم. ببینید این چی میگه. پس از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم با یهود خیبر جنگ کرد، خداوند اموال آنان را به رسول خدا غنیمت داد، صفیه دختر حی ابن اختب، یکی از دختر عموهای او را از حصار غموس به اسیری گرفت و به بلال فرمان داد آن دو را کنار بارها و جایگاه خود ببرد، یعنی اساسای خود. برای رسول خدا از هر غنیمتی برگزیده مقرر بود و ایشان در جنگ خیبر صفیه را برگزید. پیامبر به او پیشنهاد کرد. خب نگاه کنید، پیامبر بدونید که به او پیشنهاد کنه، از اینجا رو نگاه کنید ببینید اینجا رحم پیامبر شروع میشه. غنیمت بود، مثل برگردید تا باز توضیح بدم که غنیمت در وقت حالا اونا میومدن حضرت عایشه رو میگرفتن، هر کاری دلشون خواست میتونستن بکنن، حضرت فاطمه رو میگرفتن. و این یهود یک بار میخواست همین کارو بکنه ولی خدا موفقش نکرد در جنگ خندق. آیا اونها عروسی میکردن با این؟ پیشنهاد میکردن؟ نه، هر کار دلشون میخواست میکردن. هیچ رسم رواجی هم نداشتن. اما اسلام برای برده ها رسم و رواج گذاشت. حالا چرا برده داری رو حلال کرد، حرام نکرد؟ صد بار گفتیم، صد یکمین بار میگیم که این یک صلح مسلح است. الان آمریکا بمب اتم داره. اگه ایران نداشته باشه، خب بالاخره نوکری آمریکا رو باید بکنه. مثال دارم عرض میکنم. چین داره. اگر فرانسه نداشته باشه، باید نوکری چین بکنه. میزنتش دیگه. لذا بمب اتم که بدتر از اسیری گرفتنه. مورچه‌رم میکشه، گوربرم میکشه، بچه‌رم میکشه، درختم میکشه. ولیکن همه کشورهای پیشرفته، بلکه پنج ابرقدرت سازمان ملل دارن. حق وتو که دارن، بمب اتم دارن که حق وتو دارن. بمب اتم دارن که حق وتو دارن. بلکه زورشون به همه دنیا میچسبه. میزنه کشورتو نابود میکنه، همونطور که ژاپن زدن. آیا بچهای شیرخوار ژاپنی گناهکار بودن؟ حالا اگه ژاپنیا داشته باشن، ما نمیتونیم بگیم که آقا ژاپن میگه، ژاپن میگه من دلم نمیخواد اما مجبورم. پیامبر ما بردهداری رو اسلام دوست نداره اما مجبور بوده، چون اگه این کار رو انجام نمیداد، کافرها تشویق میشدن، هر روز حمله میکردن به تمه گرفتن عایشه و فاطمه به مدینه. چه خوردی ضربتی، نوش کن ضربتی. عکس العمل باید بود که میترسیدن که جنگ، بابا حلوا پخش نمیشه. اگر ما این قانون رو نمیداشتیم، معنیش این بود که در جنگ ما حلوا پخش میکنیم، به اونا کاری نداریم، اونا به ما کار دارن. این بس تموم شد. حالا بریم دنبال صفیه. اینجا صفیه رو نگرفت، میتونست هر کاری با صفیه بکنه، کنیزش بود. اما پیامبر به او پیشنهاد کرد که اگر مسلمان شود و خدا و رسولش را انتخاب کند، او را آزاد میفرماید. خب پس پیامبر او رو گفت که مسلمان شو، من تو را آزاد کنم. بعد از این اکرامش کرد. پیامبر زنا میومدن خودشون رو بهش پیش میکردن که منو بگیر. پیامبر برای زن کم نبود، هر جا دست میذاش به زن میدادن. اما پیامبر همین زن یهودی رو همسر کرد. یعنی چی شد؟ ام المؤمنین از همه زنها برتر شد. خدا میگه شما زنای پیامبر مثل زنای دیگه نیستید. یه دفعه یک زن کنیز به این مقام رسید. دنبالش ببینید. صفیه گفت من مسلمان شدم و خدا رسولش رو انتخاب میکنم. پیامبر او رو آزاد کرد و به همسری برگزید و آزادی او را مهریش قرار داد. آقا مهریه تو، آزادی تو. پیامبر در چر اینجا رو نگاه کنید. تا اینجا رو دیدی؟ حالا از این به بعد ببین که چرا صفیه پیامبر رو دوست داشت. 17 ساله دختر بوده، تا حالا دو تا شوهرم کرده، شوهر دوم ببین چیکار باش کرده. اگر تاریخ میخونی، آقای مشیری، آقای زندیق، آقای ملحد، همشو بخون دیگه. پیامبر در چهره حضرت صفیه و نزدیک چشم اون نشانه کبود شده ای که به سبزی میزد دید. یعنی اینطوری زنه رو زده بودن قبل از اینکه مسلمان، قبل از اینکه دستگیر بشه، وقتی که آزاد بوده، پیش پدر شوهرش بوده، که کبودی بوده که سبز شده بوده از بس که بد جور زده بودنش. از او پرسید که این چیست؟ صفیه دختر کوچیکی بوده دیگه، یعنی 17 ساله دیگه، چیزی اونقدر نمیفهمه که باید به شوهرش هرچی نگه. صفیه گفت ای رسول خدا، در خواب چنان دیدم که ماهی، یعنی ماه، از سوی آسمان یثرب، یعنی مدینه، آمد و در دامن من قرار گرفت. میگه ماه رو دیدم از آسمان افتاد تو دامن من. این موضوع رو به شوهر خیش گفتم. خب به شوهرش گفته، شوهر کنانه عصبانی شد، گفت گویا دوست داری همسر این پادشاهی شوی که از مدینه میآید. اونا خبر داشتن که پیغمبر داره از مدینه میاد. و چنان بر چهره هم زد که اثر آن، ببین چنان بر چهره هم زد. آقای ملحد دوتا گوشت باز کن، قلبت که کوره، دوتا گوشت باز کن. چنان بر چهره هم زد که از اثر آن گرفتار عادت ماهیانه شدم. یعنی میگه من مریض شدم،
هیزم آمد. پیامبر تا صفیه پاک شد همچنان در خیبر ماند و بدون اینکه با او زفاف کند از خیبر بیرون آمد. ببینید؟ پس در خیبر این کار رو نکرد. زن اصلا در حالت عادت ماهانه بود. عادت ماهانه معنی چیه؟ معنی اینه که حمل نداره دیگه. خب شما رو تو خدا ببین که یهود چطور با زنش رفتار میکنه. اونم زن پادشاه، وای بال زن بدبخت مثلا عادی یهود. منظورم زمان یهود زمان پیغمبر. این ملحدین ایران مثل شیعه سینه میزنن به خاطر اون یهودیا که خیانت کرده بودن به پیغمبر، بخشیده بود، باز رفتن توطئه میکردن، بازم مرد مردونه نتونستن به جنگ شکست خوردن. مرد بودید میجنگیدید، تو قلعه هم بودید، بس معلوم است که فاسد بودید دیگه. کسی که زنش اینجوری بزنه، این زن اگه عاقل بود تو شوهرش نمیگو، بیشتر تعبیر خواب خودش نمیفهمید، گفت ماه از آسمون افتاده روی دامن من. شوهر فهمیده که ماه منظورش حضرت پیامبر از یثرب یعنی از مدینه، عصبانی شده. اونا خب به خواب عقیده هم داشتن، خوابش هم درست در اومد، ماه به دامنش افتاد. اینه چرا نمیگی؟ چرا ظلم یهود نمیگی؟ اگر تو بدبخت نباشی، اگر تو کوردل نباشی، باید آتش جهنم تو رو بیدار کنه. خب تاریخ میخونی همشو بخون.